سلام، خوبید بچه ها؟ بریم برای درست کردن رانی هلو خوشمزه. اول از همه 1 کیلو هلو رو ما میخواییم بلانچ کنیم. بچه ها، بلانچ کردن بهترین راه واسه این که رنگ و طعم هلومون به بهترین شکل ممکن توی رانی بمونه هستش. من مقدار بیشتری از 1 کیلو استفاده کردم چون مقدار رانی بیشتری میخواستم، ولی خب مقدار رو بر اساس 1 کیلو دارم بهتون میگم. 1 کیلو رو اول به اندازه چند دقیقه توی آب جوش میذاریم، حدودا 5-6 دقیقه، و بعد اون رو توی آب یخ میریزیم، تیکه های یخ باشه. به همین راحتی پوست و هسته هلو ازش خارج میشه و دیگه نیاز نیستش که موقع پوست گرفتن هلو اون گوشت هلو رو هم بگیریم. رنگش هم به بهترین شکل ممکن داخل هلو حفظ میشه. به این صورتی که دارین میبینین، نکن چقدر راحت جدا میشه. حالا هلوهایی که پوست و هستهشون رو گرفتیم به صورت مربعهای کوچیک تبدیل میکنیم. اندازه اون مربع اصلا مهم نیستش، فقط به صورت حدودی اینجوری که دارین میبینین توی تصویر باید درست بکنیم. هلوهامون هم که خرد کردیم داخل یه ظرف میریزیم و داخل اون ظرفمون به اندازه 150 گرم شکر میریزیم. حدودا 10 دقیقه بذارین هلوها با شکر کاملا بمونه تا شکر به خرد هلو بره و یکم آب پس بده. حالا به مخلوط هلو و شکرمون 6 لیوان آب اضافه میکنیم به همراه نصف یه لیمو ترش. حدودا 2 تا قاشق غذاخوری میشه. بچا این لیمو ترش های کوچیک و از این سنگی بزرگا نه، بعدا خیلی ترش میشه. حالا زیر دیگمون رو روشن میکنیم و به مدت 1 ربع تا 20 دقیقه میذاریم این مواد با همدیگه جوش بکنن. تو این مدت مدام باید کفی که روی هلوها جمع میشه رو جمع بکنیم، به خاطر اینکه باعث میشه شربتتون خیلی خوش رنگ تر بشه. به این صورت حالا به اندازه 1 لیوان از این مواد گوشتی هلومون رو، این پالپاشو جدا میکنیم و بقیه مواد رو به کمک بلندر مخلوط کن، آب میمکه، هر چیزی که تو خونه داری این مواد کاملا میکس میکنیم. وقتی که میکس میکنیم بازم روی مواد یکم کف جمع میشه، این کف روش هم بازم برداریم که میخوایم شربتمون خیلی خوش رنگ بشه. حالا شربتمون که آماده شده، اون پالپای اضافه هلو رو که برداشته بودیم و بهش اضافه میکنیم و رانی هلومون کاملا آماده است. به به، یعنی نگم بچه ها، از عطر و طعم و خوشمزگیش براتون، یعنی خوشمزه تر از این رانی هلو نداریم. حتما امتحان کنید بچه ها، بی نظیره. درست کنید و نوش جون کنید.